یه کار خطرناک. امید ابراهیمی یه لحظه گذر چقدر خوب داره بازی میکنه امید. توپ رو با یه مجدد او توپ سرگردن میانه میدان. حالا برای درکت کرده موقعیت بازی کنه ما سردار آزموه ایچه رو توپ جدا شد ازش یه توپ دیگه و توپ دیگه گل نشد. در غیاب عادل فردوسی پور، صدا و سیما پخش مسابقات فوتبال یورو 2020 رو به شکل اسفناکی روی آنتن برده. تلخرا لكتيبه الاسود الثلاثه في هذا اللقاء بينما هنا رحيم سيرلينغ يتقدم فرصه انجليزيه الان تاتي من وسط الملعب بعد ذلك ممتازه هذه جول الله 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 الله, الله. حالا یکی از جذابترین تورنمنت های فوتبال دنیا با پایین ترین سطح ممکن روی آنتن تلویزیون رفت. واسه اینکه یه ذره به مشکل خود این که اول واقعا کمر من میگی چرا شما انقدر خوشگلی؟ هر روز کوشتی میگم من نمیگم وی تصویر رو خودم نگاه میکنم انگار نفرمایید قربان ما ایراد کم و خاطر شما نگاه میکنید تاج اینو تاج بزنید شاگردی قربان. گزارش بازی‌های یورو تقریباً هیچ جذابیت ویژه‌ای برای مخاطبان نداشته و هیچ گزارش موندگاری در اون ثبت نشده. پاش دفاع، فرصت برای اسپانیا، موقعیت برای گل و باز هم سومر. سومر یه تنه وایساده، دروازه رو قفل کرده، کیدش هم انداخته مرنوس کجا روی بلندی‌های شوت سوئیس. در کنار این نوع گزارش ها تحریف اظهارات مربیا و بازیکنان تیم ها در مصاحبه های بعد از بازی هم صدای مخاطبا رو در آورده. Alla fine l'abbiamo vinta con i cambi di Roberto Mancini, merito di una panchina infinita e di qualità come non c'è mai stata. Roberto Mancini الان خالق یه رکورد فوق العاده است، بیش از 30 بازی بدون شکست. Et ça sera donc la Suisse lundi à Bucarest, c'est un rendez-vous abordable. Benzet, Ronaldo, چگونه کار کرد؟ این رسوایی رو البته مجریای برنامه به گردن مترجم انگلیسی زبان یوفا انداختن. کسی که میان صحبت میکنن بعد بازی به زبان‌های مختلفی میان مصاحبهشون انجام میدن. مثلا گران پاندف خود میاد به زبان خودشون مقدونیایی حرف میزنه. مثلا یه بازیکنی که زینچنکو به زبان اوکراینی صحبت میکنه. ولی خب این فیدی که ما دریافت میکنیم یه زیر صدای انگلیسی همیشه داره. یعنی یه مترجم زبان انگلیسی. بعضی خانم ما دوست داره. تمام این در واقع مصاحبه ها رو داره ترجمه میکنه. بعد بچهای ما که وظیفه ترجمه رو انجام دادن از روی اون زبان انگلیسی کار ترجمه انجام میدن. این ترجمه دو بار انجام میشه. دقیقاً. حالا اون بار اولی هم خودش یه تاخیر زمانی داره به واسطه اینکه سوال متفاوت هست. بعد از زبان مثلا اوکراینی ترجمه میشه به انگلیسی، یه تاخیر زمانی داره. بعد انگلیسی تبدیل بشه به فارسی، شاید اون واو به واو و کلمه به کلمه منتقل نشه. سطح پایین برنامه باعث شده تا مخاطبا نه عذرخواهی مجریا رو بپذیرن و نه اشتباهاتی احتمالاً کوچیک‌تر رو. برای نمونه وقتی مجری برنامه هری مگوایر بازیکن تیم ملی انگلیس رو به اشتباه توبی مگوایر یعنی همون بازیگر فیلم مرد عنکبوتی خطاب میکنه با سیلی از انتقادات مواجه میشه. امیدوارم از امشب لذت ببری. به تبریک میگم هری مگوایر. توبی مگوایر به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. گفتم شاید به خاطر عملکرد موفق انگلیس توی فاز دفاعی 4 تا بازی بدون گل خورده این انتخاب انجام دادن. حالا صدا و سیما نه تنها ارزشمندترین نیروهاش رو فراری داده یا خونه نشین کرده، بلکه در معرفی حتی یک استعداد جدید در گزارشگری یا مجریگری برنامه‌های فوتبالی هم با شکست مواجه شده. موضوعی که در عصر ارتباطات مخاطبای این رسانه رو باز هم کمتر و کمتر می‌کنه. آقا این چانه رسنده دیگه نمی‌سام. چرا؟ 7 ساله دارم وای میستم به خود خسته شدم یه صندلی چیزی بزنم. من سر جام جهانی 35 روز وایسادم، الان هر هفته 120 دقیقه سر فوتبال 120 وای میستم و یه صندلی انتظارم فقط یه صندلی اینجاست.